کتاب گویا شرح معاهدات بین المللی است برای آگاهی من و تو، کاری از بخش پژوهشی رادیو اینترنتی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و با همکاری کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر. سه، توجه لازم نسبت به تشویق همکاری بین المللی مانند موارد زیر بین اعضا و سازمان‌های زیربط باید انجام گیرد. الف، تبادل نظاممند اطلاعات مربوط به صنعت دریایی و بازار کار در زمینه‌های دو جانبه، منطقه‌ای و چند جانبه. ب، تبادل اطلاعات در زمینه تدوین قوانین کار دریایی. پ، هماهنگی سیاست‌ها، شیوه‌های کاری و تدوین قوانین استخدام و کاریابی دریانوردان. ت، بهبود رویه‌ها و شرایط استخدام و کاریابی بین‌المللی دریانوردان. و س، برنامه ریزی نیروی کار، آگاهی یافتن از عرضه و تقاضا برای دریانوردان و نیز شرایط صنعت دریایی. عنوان دو، شرایط کار، مقرره 1-2، قراردادهای کار دریانوردان. هدف، تضمین اینکه دریانوردان دارای قرارداد کار عادلانه می باشند. 1. شرایط و روابط کار یک دریانورد باید به صورت قرارداد مکتوب و از لحاظ قانونی قابل اجرا باشد و با استانداردهای مندرج در مجموعه قوانین نیز مطابقت داشته باشد. 2. قراردادهای کار دریانوردان باید تحت شرایطی مورد موافقت دریانورد قرار گیرد که تضمین نماید دریانورد مربوط بتواند قبل از امضای آن آزادانه روابط و شرایط مندرج در قرارداد را بررسی نموده و مشاوره لازم را کسب نماید. 3. تا حدی که با قوانین و رویه‌های ملی سازگار باشد، قرارداد کار دریانوردان باید به گونه‌ای تلقی شود که هر گونه توافق مذاکره جمعی حاکم را در بر گیرد. استاندارد 1-2 الف، قراردادهای کار دریانوردان. هر عضو باید قوانین یا مقرراتی را تصویب نماید که رعایت موارد زیر از سوی کشتی‌هایی که حامل پرچم آن هستند مقرر نماید. الف، دریانوردان شاغل بر روی کشتی‌های حامل پرچم آن باید دارای قرارداد کاری باشند که به امضای دریانورد و مالک کشتی یا نماینده مالک کشتی یا در جایی که جزء کارکنان محسوب نمی‌شوند باید مدارک مربوط به وجود یک قرارداد یا توافقات مشابه وجود داشته باشد رسیده باشد که طبق الزامات این مقابله نامه شرایط کار و زندگی شایسته بر روی کشتی را برای دریانوردان فراهم می نماید. ب، دریانوردانی که قرارداد کار متعلق به دریانوردان را امضا می نمایند باید این امکان را داشته باشند که قبل از امضاء قرارداد آن را بررسی نموده و مشاوره لازم را کسب نمایند. علاوه بر این، باید امکانات دیگری در صورت لزوم تأمین شود که تضمین نماید دریانوردان آزادانه اقدام به انعقاد قرارداد نموده و نسبت به حقوق و مسئولیت‌های خود آگاهی لازم را دارا می باشند. پ، مالک کشتی و دریانورد مربوط باید هر کدام یک نسخه اصلی از قرارداد کار دریانوردان را در اختیار داشته باشند. ت، اقدامات لازم
به منظور تضمین اینکه اطلاعات مورد نیاز در خصوص شرایط کار دریانوردان به سادگی توسط آنها بر روی کشتی قابل حصول می باشد، از جمله توسط فرمانده کشتی باید انجام گیرد و همچنین اطلاعات دیگری نظیر یک نسخه از قرارداد کار دریانوردان همراه با مدارک مربوط به بنادر مورد بازدید باید برای بررسی توسط مأموران مقام صلاحیت دار در دسترس باشد. 3. به دریانوردان باید سندی اعطا شود که اطلاعات مربوط به کار آنها بر روی کشتی در آن ثبت شده باشد. مزایای مربوط به حمایت اجتماعی و بهداشتی که توسط مالک کشتی برای دریانورد تأمین شده است. حق دریانورد برای بازگرداندن به وطن. دال اشاره به توافق مذاکره جمعی در صورت امکان و زال هر گونه جزئیات دیگری که قوانین ملی ممکن است مقرر نماید. 5. هر عضو باید قوانین یا مقرراتی را تصویب نماید که مرمبنای آن حد اقل زمان مقرر برای اختیار خاتمه پیش از موعد قرارداد کار دریانوردان از جانب دریانوردان و مالکین کشتی تعیین شده باشد. طول این حداقل زمان باید پس از مشورت با سازمان‌های دریانوردان و مالکین کشتی مربوط تعیین شود، ولی نباید کمتر از 7 روز باشد. 6. مدت زمان اخطار کوتاه‌تر نسبت به حداقل زمان مذکور می تواند تحت شرایطی که طبق قوانین یا مقررات ملی یا توافق مذاکره جمعی باشد به عنوان خاتمه موجه قرارداد مد نظر قرار گیرد. در تعیین چنین شرایطی هر عضو باید تضمین نماید که نیاز دریانورد مربوط در قبال خاتمه بدون جریمه قرارداد کار در زمان اخطار کوتاه‌تر یا بدون اخطار به خاطر دلایل اضطراری یا دلایل فوری دیگر مد نظر قرار گرفته است. دستورالعمل 1-2-B قراردادهای کار دریانوردان. دستورالعمل 1-1-2-B سابقه کار. در تعیین جزئیات ثبت شده در سابقه کار موضوع جزء 3 بند 1 استاندارد 1-2 الف هر عضو باید تضمین نماید که این سند حاوی اطلاعات کافی با ترجمه انگلیسی به منظور تسهیل در کسب کار بیشتر یا برآورده نمودن شرایط و مقتضیات خدمت دریایی برای بهبود و ارتقاء کار می باشد. دفترچه ثبت انجام وظایف دریانوردان ممکن است الزامات مندرج در جزء 3 بند 1 استاندارد 1-2 الف را برآورده نماید. مقرره 2-2 دست مزد. هدف تضمین این که دریانوردان در ازای خدماتی که انجام می دهند دست مزد دریافت می نمایند. تمامی دریانوردان باید به طور منظم و کامل بر مبنای قرارداد کار خود دست مزد دریافت نمایند. استاندارد 2-2 الف دست مزد. 1. هر عضو ملزم خواهد بود که با توجه به کار دریانوردان و روی کشتی‌های حامل پرچم آن دستمزد آنها را در فواصلی که بیشتر از 1 ماه نشود طبق توافق جمعی قابل اجرا پرداخت نماید. 2. یک حساب ماهانه باید برای دریانوردان افتتاح شود تا تمامی پرداخت‌ها از جمله دستمزد، پرداخت‌های اضافی و نرخ تبدیل
در جایی که پرداخت به صورت ارزی یا با نرخی متفاوت از آن چیزی است که مورد توافق قرار گرفته است، به آن حساب واریز شود. 3. هر عضو مقرر خواهد کرد که مالکین کشتی اقداماتی را نظیر آنچه در بند 4 این استاندارد مورد اشاره قرار گرفته است اتخاذ نماید، تا دریانوردان بتوانند از طریق آن تمامی یا بخشی از درآمدهای خود را برای خانواده یا افراد تحت تکفل یا ذینفعان قانونی خود ارسال نماید. دستورالعمل 222ب محاسبه و پرداخت. 1. برای دریانوردانی که حقوق آنها در برگیرنده پرداخت جداگانه برای ساعات اضافه کاری می باشد، الف، برای محاسبه دستمزد، ساعات متعارف کار در دریا و در بندر نباید از 8 ساعت در روز تجاوز نماید. ب. برای محاسبه اضافه کاری، ساعات کار متعارف در طول هفته که مشمول حقوق یا دستمزد پایه می شود، باید در صورت عدم تعیین توسط توافقهای جمعی از طریق قوانین و مقررات ملی تعیین شود، ولی نباید از 48 ساعت در هفته تجاوز نماید. توافق‌های جمعی ممکن است ترتیبات دیگری را که رفتار نامطلوب نباشد پیش بینی کند. پ. نرخ یا نرخ‌های مربوط به محاسبه اجرت اضافه کاری که نباید کمتر از 1 نرخ محاسبه حقوق یا دستمزد پایه بر مبنای ساعت باشد، باید توسط قوانین یا مقررات ملی یا در صورت امکان توسط توافق‌های جمعی تعیین شود. و ت، سوابق تمامی ساعات اضافه کاری باید توسط فرمانده کشتی یا فردی که از جانب وی تعیین می‌شود حفظ و نگهداری شده و در فواصلی که بیشتر از 1 ماه نباشد به تایید و امضاء دریانورد برسد. 3. قوانین یا مقررات ملی یا توافق‌های جمعی می تواند برای جبران اضافه کاری یا کار انجام شده در روزهای استراحت هفته و تعطیلات عمومی حداقل معادل زمان خارج از خدمت و خارج از کشتی پاداش در نظر گیرد، یا به جای پاداش یا هر گونه پرداخت جبرانی دیگر مرخصی اضافی را لحاظ نماید. 4. قوانین و مقررات ملی که پس از مشورت با نمایندگان سازمان‌های دریانوردان و مالکین کشتی یا توافق‌های جمعی به تصویب می‌رسد، باید اصول زیر را مد نظر قرار دهد. الف، پاداش برابر برای کار با ارزش برابر باید بدون هیچ گونه تبعیضی بر مبنای جنسیت، رنگ، نژاد، مذهب، عقیده سیاسی، اصلیت یا خواستگاه اجتماعی در قبال تمامی دریانوردان شاغل بر روی همان کشتی اعمال شود. ب. قرارداد کار دریانوردان که نرخ دستمزد یا دستمزد قابل اجرا را تعیین می نماید باید بر روی کشتی اعمال شود. اطلاعات مربوط به میزان یا نرخ دستمزد نیز باید از طریق تهیه حداقل 1 نسخه از اطلاعات مرتبط به زبانی که برای دریانورد قابل درک است یا نصب 1 نسخه از قرارداد در محلی که در دسترس دریانوردان قرار دارد و یا از طریق راه‌های مناسب دیگر برای هر دریانورد فراهم شود. پ. دستمزد باید به پول رایج پرداخت شود و در صورت اقتضا می تواند از طریق حواله بانکی، چک بانکی، چک پستی یا حواله پولی انجام گیرد. ت.
در خاتمه قرارداد کار تمامی پاداش‌های مربوط باید بدون تأخیر پرداخت شود. 3. مقام صلاحیت دار باید جریمه‌های کافی را در جایی که مالکین کشتی در پرداخت پاداش مقتضی تأخیر یا کوتاهی می نمایند در نظر گیرد. جیم، دستمزدها باید به طور مستقیم به حساب‌های بانکی اختصاص یافته برای دریانوردان واریز شود، مگر اینکه آنها درخواستی غیر از این را به صورت کتبی اعلام نمایند. چه؟ با رعایت این جزء این بند، مالک کشتی نباید هیچ گونه محدودیتی را نسبت به حق استفاده دریانوردان از پاداش‌های متعلق به خود اعمال نماید. ه. کسر مبلغ از پاداش تنها در صورتی امکان پذیر است که 1. در قوانین و مقررات ملی یا در توافق‌های جمعی قابل اجرا این مطلب به صراحت قید شده باشد و دریانورد از آن مطلع باشد و به نحوی باشد که شرایط چنین کسوراتی از جانب مقام صلاحیت دار مناسب ترین روش ممکن تلقی شود. 2. کسورات نباید در کل بیشتر از میزانی باشد که توسط قوانین و مقررات ملی یا توافق‌های جمعی یا تصمیمات دادگاه برای لحاظ نمودن چنین کسوراتی تعیین شده است. خ. هیچ گونه کسوراتی نباید از مبلغ پاداش دریانورد به خاطر کسب یا حفظ شغل انجام گیرد. دال، جریمه های نقدی علیه دریانوردان به غیر از آنچه که توسط قوانین و مقررات ملی یا توافق‌های جمعی یا اقدامات دیگر مجاز می باشد ممنوع خواهد بود. زال، مقام صلاحیت دار اختیار خواهد داشت برای حصول از اینکه در جهت منافع دریانوردان مربوط قیمت‌های منطقی و عادلانه‌ای اعمال شده است، تجهیزات و خدمات تعیین شده در کشتی را بازرسی نماید. ر. تا حدودی که ادعاهای دریانوردان نسبت به دستمزد و دیگر موارد مربوط به قرارداد کار آنها طبق مفاد مقابل نامه بین المللی دریایی در خصوص حقوق حبس مال و وثایق دریایی مورخ 1993 میلادی برابر با 1372 هجری شمسی تضمین نشده است، چنین دعاوی باید طبق مقابل نامه حمایت از دعاوی کارگران و شکستگی کارفرما مصوب 1992 میلادی برابر با 1371 هجری شمسی شماره 173 مورد حمایت قرار گیرد. 2. در جایی که توافق مذاکره جمعی در برگیرنده تمام یا بخشی از قرارداد کار مربوط به دریانوردان می باشد، یک نسخه از آن باید در کشتی موجود باشد. در جایی که زبان مورد استفاده در قرارداد کار دریانوردان یا هر توافق مذاکره جمعی قابل اجرای دیگر به زبان انگلیسی نباشد، موارد زیر باید به زبان انگلیسی در دسترس باشد. الف، یک نسخه از فرم استاندارد قرارداد و ب. آن بخش‌هایی از توافق مذاکره جمعی که مشمول بازرسی توسط دولت صاحب بندر به موجب مقرره 5.2 می باشد. س. سند موضوع جزء 3 بند 1 این استاندارد لزوماً نباید حاوی مواردی نظیر کیفیت کار دریانوردان یا دستمزد آنها باشد. ساختار این سند و موارد خاص و روشی که این جزئیات باید بر مبنای آن در سند مذکور درج شود، باید توسط قوانین ملی تعیین شود. 4. هر یک از اعضا باید قوانین و مقرراتی را تصویب نماید که مشخص می نماید تمامی موارد مندرج در قراردادهای کار دریانوردان توسط قوانین ملی آن کنترل می شود.
قراردادهای کار دریانوردان باید در تمام موضوعات در برگیرنده جزئیات زیر باشد. الف، نام کامل دریانورد، تاریخ تولد یا سن و محل تولد. ب، نام و نشانی مالک کشتی. پ، زمان و مکانی که قرارداد کار دریانورد در آن منعقد شده است. ت، سمتی که بر مبنای آن دریانورد استخدام شده است. س، میزان دستمزد دریانورد یا در صورت امکان روش محاسبه آن. جیم، میزان پرداخت بابت مرخصی سالانه یا در صورت امکان روش محاسبه آن. چه، خاتمه قرارداد کار و شرایط مربوط به آن از جمله: یک، اگر قرارداد کار برای مدت نامحدودی منعقد شده است، شرایط مجاز برای هر یک از طرفین قرارداد برای خاتمه آن و نیز مدت زمان مورد نیاز برای اخطار قبلی که نباید این مدت زمان برای مالک کشتی کمتر از دریانورد مربوط باشد. دو، اگر قرارداد کار برای مدت زمان محدودی منعقد شده باشد، تعیین تاریخ مشخص انقضای آن. و سه، اگر قرارداد کار تنها برای یک سفر دریایی منعقد شده باشد، تعیین بندر مقصد و زمان انقضای قرارداد پس از رسیدن به مقصد و قبل از اینکه دریانورد مرخص شود. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید، لایک و یا دیسلایک بفرمایید و نظرات سازنده خود را با ما به اشتراک بگذارید.